روزنامه هشت صبح از قول منابع دیپلماتیک خود در دوهای قطر گزارش کرده است که سازمان ملل متحد چهار جلسه پیهم بدون حضور طالبان را برگزار می کند. اما به نمایندگی از مدافعان حقوق زن و فعالان مدنی چه کسانی دعوت شدند؟ سلام بر شما وقت بخیر همه فوریه و برابر با 29 دلوی 1402 هجری شمسی است. روزنامه هشت صبح گزارش کرده است که قرار است نشست دو روزه سازمان ملل متحد درباره افغانستان با حضور نمایندگان ویژه کشورها در دوها تا چهار بخش و چهار نشست پی هم برگزار شود نشست که البته طالبان در آن غایب خواهد بود طالبانی که در دقیقه نود از حضور در این نشست اجتناب کردند نشست دوها امروز آغاز و تا فردا ادامه خواهد داشت منابع دیپلماتیک در دوحه در گفتگو با روزنامه هشت صبح گفته است که سه نشست پیهم میان نمایندگان کشورها بر ریاست دبریکل سازمان ملل متحد تا چهار بخش از جمله اجماع جهانی برای حمایت از افغانستان چگونگی وارد کردن فشار بر طالبان و ایجاد یک راهکار سیاسی برای بیرون رفت از معزل جاری در کشور گفتگو خواهند کرد این روزنامه از قول منابع خود گزارش کرده است که در چهارمین جلسه نشست نیز نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان و دبیر کل سازمان ملل متحد با چهار تن از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن افغانستان دیدار خواهند کرد. لطف الله نجف زاده به نمایندگی از فعالان جامعه مدنی، محبوب سراج میترا مهران و شاغل رضایی به نمایندگی از فعالان حقوق زن در نشست اشتراک خواهند کرد. هرچند که قبلا گزارش شده بود شش تن به شمول سه مرد و سه زن در این نشست به نمایندگی از جامعه مدنی و نمایندگان زن افغانستان شرکت کرده است اما اکنون تنها روزنامه هشت صبح نام چهار تن از شرکت کنندگان را در گزارششان نوشته است مشخص نیست که دو نفر دیگر چه کسانی هستند طالبان نیز به نشست دوه دعوت شده بودند اما اعلام کردند که شرطهایشان از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است و در این نشست اشتراک نمی کند. قبلا گزارش شده بود که طالبان سه شرط اساسی را برای سازمان ملل متحد پیشکش کرده بود یک این که از طرف افغانستان تنها طالبان در این نشست دعوت شود دوما در حاشیه نشست وزیر خارجه طالبان یک نشست جداگانه با دبیرکل سازمان ملل متحد داشته باشد و موضوع سوم نیز عدم تعیین نماینده ویژه یا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور صلح در افغانستان است که هر سه شرط از سوی سازمان ملل متحد رد شده است هرچند که دعوت از طالبان در نشست با مخلفات های گسترده جرنهای سیاسی و مشخصا زنان روبرو شده بود به همین منظور حتی در شماری از شهرها و کشورهای جهان اعتراضات نیست برگزار شدند و معترضان بابت دعوت شدن طالبان در این نشست اعتراض کردند فردا نیز شمار از شهرها از جمله ونکوور کانادا میزبان معترضانی هستند که به این تصمیم و دعوت کردن طالبان در این نشست اعتراض دارند